دوباره برگشتیم و در این بخش برنامه ندیم احمدی را با خود داریم راجع به انگیزه با ما شما صحبت می داشته باشند و چگونه ما میتونیم یک انگیزه مثبت در زندگی داشته باشیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح بخیر. صبح شما همچنان بخیر. ندیم جان، انگیزه چی هست؟ چون راجع به امروز صحبت میکنیم و یک فرد چی ضرورت داره که انگیزه باید بگیره. بسیار خوب، اولی که خیلی ممنون از لطفتان و تشکر از اینکه مرا دعوت کردید. سلامت. در قدم دوم حادثه امروز خیلی خوب میتونم بیان بکنم بحث انگیزه را. همگی در استودیو نشسته بودن، یک عاملی باعث شد که ما از اینجا حرکت بکنیم و بخوایم بریم بیرون. این عامل نامش انگیزه است. انگیزه عاملی است که رفتار ما را جهت میده. یعنی ما اگر بخوایم یک رفتار را ایجاد بکنیم در یک فرد، باید از یک انگیزه در فرد ایجاد بکنیم. یک کسی که میخواد صبح وقت باید بخیزه، یک انگیزه قوی نیاز داره که تا صبح وقت بخواد بیدار شود. در کل تعریف انگیزه از دیدگاه روانشناسی است که عاملی که باعث میشه که یک رفتار ایجاد شود، جهت پیدا بکنه و تداوم داشته باشه، نامش میشه انگیزه. یک کسی به نام دکتر ویکتور فرانکل که خودش هم روانشناس است، روانکاو است، ای در سالهای خیلی قدیم در زمان هیتلر ای را میبرند در اردوگاه های کار اجباری. ای در کتاب به نام انسان در جستجوی معنا می بیان میکنه، میگه که در اونجا مردم با چی وضعیت های وحشتبار روبروی بودند. خیلی ها بودند که هیچ علتش معلوم نبود ولی فرداش میمردن. بعد این بیشتر تحقیق میکنه روی این مسئله که چی باعث میشه که خیلی ها زنده باندند و نمو شرایط بسیار سختی که انسان ها را زنده در میدادند، میسختاندند، کار بسیار اجباری سرشان انجام میداد. بعد این خودش به این نتیجه میرسه که کسایی که انگیزه داشتن که من وقتی از اینجا بیرون شوم یک کاری را میکنم، اونها کسایی بودند که زنده ماندند. یعنی انگیزه ها حتی باعث میشه که زنده ماندن انسان ها در شرایط تعیین شود. این میشه تعریف انگیزه. من خوب است که از بحث های تخصصیش بگذاریم و کمی بیشتر عامیانه تر بسازیم. بله، خوبتر میشه. داستان علی کلی که محمد علی کلی چطور باعث شد که بیایه و بکسر شوه. یک روز بایسکل علی کلی را دزدی میکنن و این میگه من باید است که پیدا بکنم که چی کسی بایسکل مرا دزدی بکنه. وقتی میرم میبینم، میبینه که کسایی هستن که خیلی قوی هستن. ای با خودش عهد میکنه که من خودم باید از یک جای برسم که بتونم توانایی مقابله با اونها را داشته باشم. چی کار میکنه که میره کلب را شروع میکنه و اینمی یک انگیزی میشه برش که بره با مسابقات در سطح جهان، که امروزه یگانه بوکسری که در سطح جهان بسیار بسیار مشهور است محمد علی کلی است. با این شکل داستان بسیار جالب دیگه خود مایک تایسون داره. مایک تایسون میگه که یک کسی بسیار قوی هیکل بود. مایک تایسون کبوترها را زیاد دوست داشت، کبوتر نگاه میکرد. میگه او آمد و می کبوتر ما سرش گرفت و دور انداخت. چقدر ظالم بوده. بسیار ظالم بوده. بعد میگه که این گفته من حتما باید از این انتقام خدا بگیرم از این فرد. و همین میشه که میره طرف بوکس، دنیای بوکس وارد میشه. یعنی ببینید که طبق همین تعریف روانشناسا، یک عامل باعث میشه که یک رفتار شکل بگیره و این چی شب بیشتر پیش بره و پیش بره و پیش بره. برحال در اینمی چون بحث از مایک تایسون یاد شد، مایک تایسون قهرمان بسیار بزرگ میشه. بله. ولی یک نفر به نام باستر داگلاس اولین کسی میباشه که مایک تایسون را نکاوت میکنه. ازش پرسان میکنن که چی باعث شد که مایک تایسون را نکاوت بکنی. او میگفت که مادر من برای همگی اعلان کرده بود که بچه من مایک تایسون نکاوت میکنه و 3 روز پیش او فوت کرد. من باید از کسی باشم که او وعده ای که مادرم داده، من او را بیایم باید از عملی بسازیم. و چی کار میکنه؟ مایک تایسونی که تا او زمان هیچ کسی او را شکست نداده بود، اینمی شکست میده. داله که مایک تایسون او را یک مشت بسیار محکم میزنه و او میفته روی زمین و اگر زنگ امی ختم امو مسابقه نمی بود، ای از بین یعنی چی میشد، خود باستر داگلس میباخت. ولی وقتی راوند دیگه شروع میشه،
اینمی انگیزه که من باید ثابت بسازم که حرف مادرم درست بوده، میای چی کار میکنه؟ باعث میشه که قهرمان جهان را شکست بده. یعنی ما هم در زندگی اگر ببینیم وقتی که میخواییم که به جایگاه های بلند برسیم، نیاز به یک انگیزه خیلی بالاتر داریم. استیو جابز میگه که ما، شما میشناسین که استیو جابز یک بنیانگذار شرکت اپل است، کسی بود که دنیا به عنوان انسان خلاق او را میشناسه. بله، قصه خیلی جالب هم داره، قصه داستان بسیار زیاد جالب داره. او میگفت که من وقتی 17 ساله بودم یک جمله را در یک روزنامه خواندم که نوشته بود که اگر امروز آخرین روز زندگی شما باشه، شما چی کار میکنید؟ میگه من هر روز پیش روی آینه استاد میشدم و از خودم میپرسیدم که اگر امروز آخرین روز زندگی من باشه، آیا او کارهایی را میکردم که حالی فعلا انجام میدم؟ و اگر جواب من نیمی بود چی کار میکردم؟ کوشش میکردم که این چیزها را تغییر بدم. یعنی ببینین گاهی انگیزه ها، حتی انگیزه ببینین به دو شکل است، یا لذت است یا از درد است. یعنی شما اگر میخواین که برای کسی انگیزه بتین، آوتپوت یا نتیجه هایی که او میتونه داشته باشه از لذت، او را میتونین برش بیان بکنین که باعث شوه که او انگیزه بگیره. بله. یا هم درد را بیان بیشتر برش بزرگ نمایی بکنین که او باعث شوه که انگیزه بگیره. بله، در این قسمت باشین گپ تانم گرفتم. یک روز من یک ویدیو کلیپ دیدم، چند نفر هست که اینا در آب جوش میشینن. درست. میفهمین چی هست؟ چرا اینا درد احساس نمیکنن؟ اینا رو میگن چگونه شما میتونین کار انجام بدین؟ میگن من بر مغز خود انگیزه میدم، بزرگترین درد ما برای خود به مغزم میرم. و وقتی که طرف توسط کمرهای پیشرفته او را از داخل میبینن، مغز از یک رنگ دیگر به خود میگیره. وقتی در آب جوش میشینه، سطح درد و مشکل که از آب جوش برازی میان نسبت به او درد و انگیزه که اینا بسیار پایین تر است، او از که راحت میشینه. کاملا دقیق است. و جهت مخالف کسی که گفتین که در آب جوش میشینه، یک کس دیگه ویم هاف نام داره. این ویم هاف در آب یخ، یعنی در بین یخ، در بین برف، با فقط یک لباس بسیار کم میشینه و در اوجه تمرین میکنه. یعنی ذهن انسان وقتی که یک انگیزه برش پیدا میشه، شرایط را بسیار خوب میتونه تحمل کنه. میگن یک روز یک طوفان بسیار هولناک میشه، یک خانم میبینه که نواسیش، طفلکش رفته پایش زیر تایر موتر شده و این با تمام توان کش میکنه موتر را قلب کنه و او طرف ببره. ببینین اول خو یک انگیزه چون طوفان است، و انگیزه دومی که از لحاظ مادری باعث میشه که یک کار را انجام بده که در حالت عادی امکان انجامش نبود. و در قدم دیگه وقتی که چند ماه بعدی به افسردگی دچار میشه، میخوانم میگه که من یکقدر توانایی داشتم و من تا حالی از او بخبر بود. یعنی ما تا وقتی که در یک شرایطی بر ما پیش نشه، ما اکثرا از انگیزه ها و از توانایی های درونی خود بیخبر هستیم و ما نمیفهمیم که چقدر ظرفیت و چقدر توانمندی داریم، به خاطری که ما بتونیم از خود یک چیزی، یک کسی در بیرون نشان بدیم. لذا انگیزه چیزی است که ما امروزه هر جوان به او نیاز داره. ما اگر بخوایم که سطح تحصیلی یک جوان، چرا نمیتونه از بیشتر درس بخونه؟ بله. علتهای روانی خیلی زیادی داره در پشت سرش. یکی از علتهای مهمش انگیزه است که استادا یاد نگرفتن که چطور یک جوان را انگیزه بدن که او بخواد درس بخونه. استادا یاد نگرفتن که اینا با ابراز تاسف باید بگویم، این مشکلی هست که داریم، واقعا خیلی جای تاسف و نگرانی است. ولی وقتی یک استاد یاد بگیره که چطور یک فرد را انگیزه بده که درس بخونه، ما هیچ چیزی از هیچ کشور دیگه پس نداریم، کم نداریم. یک جوان افغانی شما 100% مطمئن باشیم که حتی توانمندیاش خیلی بیشتر از کشورهای از خارجی هستن. و این ثابت شده است. خیلی دوستایی که رفته در خارج که درس خواندن، یعنی همون محیط برشان مساعد شده، ما میبینیم که اونا چقدر توانمندی دارن، چقدر ظرفیت و پتانسیل دارن. و این حال ما بیشتر دنبال ازی هستیم که ما میگیم که اگر استادا یاد بگیرن که چطور یک جوان انگیزه پیدا بکنه، 100% ما مطمئن باشیم که
نتیجه که یک استاد میخواد خیلی به خوبی میتونه حاصل بکنه. بله. خیلی وقت انگیزه ها درونی میباشه، خیلی وقت انگیزه ها بیرونی میباشه. یعنی شما اگر یک طفلک را بگوین که فلان کار را شما انجام بده، بعد من برای تو یک چاکلیت میتم، طفلک یک انگیزه میگیره که یک کار انجام بده، ولی این یک انگیزه بیرونی است. انگیزه ها وقت بیشتر مثمر واقع میشه که انگیزه درونی باشه، یعنی یک فرد در درونش به این نتیجه رسیده باشه که من فلان کار را به خاطر فلان مسئله باید است انجام بدم. یعنی هر چقدر که ما در درون خود دلایل را به خاطر انجام یک کار بیشتر و برجسته تر بسازیم، اونمون نتایجی که ما میخواییم بگیریم به مون میزان بهتر و بزرگتر بیشتر میباشه. به این شکل ژاپنی ها یک فلسفه دارن به نام ایکیگای. بیشتر درباره دکتر ویکتور فرانکل صحبت کردیم و او ویکتور فرانکل آمد یک چیزی را ایجاد کرد به نام لوگوتراپی یا معنا درمانی. او میگفت که وقتی که انسان ها یک معنا پیدا بکنن به خاطر زندگیشان، معنا یعنی یک انگیزه که به خاطر پیدا داشته باش، وقتی که انگیزه پیدا بکنن دلایل زندگیشان خیلی زیادتر میشه، نتایجی که میخوان خیلی بهتر میگیره. و به این شکل ژاپنی ها فلسفی به نام ایکیگای دارن. ایکیگای مجموعی از چند چیزی است که یک جای میشه و یک معنا میده برای زندگی یک فرد. خیلی از ما زندگی میکنیم بی هدف بی معنا، در حالی که معلوم نیست که ما کجا میخوایم بریم. وقتی که معلوم نیست که ما کجا بریم، به هر جایی که بریم اونمو جایی است برام. یعنی یک هدف نهایی و غایی که لازم است که یک جوان باید از در ذهن شکل بده، او را فعلا ما نداریم. ژاپنی ها چرا پیشرفت کردن؟ دلایل عمده اقتصادی و سیاسی زیاده داره، ولی علت عمده اصلی و اساسیش بحث ذهنیتی است که اونا نسبت به قضايا دارن. یک ضرب المثل خارجی دارن، میگن که اگر شما خودتان را چکش فرض بکنین، تمام چیزایی را که میبینین میخ است. بله، میتونین بکوبین. فقط به این دیدگاه با اونا نگاه میکنین. یکی از دوستای ما قصه میکرد که ما یک نجار همسایه ما بود، وقتی که میرفتیم یک درخت میدید، باز میگفت از یک چهار دسته بیل بسیار خوبش جور بشه. یعنی انگیزه داشت از این چی میتونه جور بکنه. چون بحث درونیات فرد، نگرش فرد، زندگی یک فرد را شکل میده. ببینید چهار تا مسئله اساسی است. یکی ما پتانسیل داریم. ما به اساس ظرفیت ها و انرژی درونی خود میم یک عکس العمل انجام میدیم. پتانسیل، عکس العمل یا عمل. بعد چی میشه؟ این عمل ما یک نتیجه بر ما میده. و این نتیجه چی کار میشه؟ نگرش ما را شکل میده. و این نگرش دوباره به انرژی، اینمی یک سایکل، یک دوره است. این حال ما هر چقدر که نگرش بهتر نسبت به یک کار داشته باشیم، نگرش مثبت نسبت به یک کار داشته باشیم، این چی کار میشه؟ پتانسیل یا می انرژی که ما داریم، این را باعث میشه که بیشتر شود. نتیجه خوبتر میتونه بگیره. یک ورزشکاری که 3 ساعت می بی وقفه تمرین میکنه، مثلا آرنولد شوارزنگر، میگفت من روزانه 4 ساعت از طرف صبح و 4 ساعت از طرف شام تمرین میکردم. چرا آرنولد شوارزنگر وقت زندگیش رو شما بخونین، میگه من در ذهن خود وقت یک تصویر ساخته بودم که من میخوام کجا برسم. و این می انگیزه که من میخوام کجا برسم باعث میشد که اینم قدر سختی را تحمل بکنه که من به اونمو هدف خود میخوام برسم. اینا چقدر مهم است که ما جوان ها برای جوان ها شکل بدیم یک انگیزه را، یک آینده را، یک دورنما را که شما میخواین کجا برسید، شما میخواین چی کار بکنین. وقتی که این در ذهن شکل بگیره و هر چقدر که بهتر شکل بگیره، و همونطور که پیشتر گفتم، یا ما میتونیم لذت را برای یک شکل، برای یک فرد به عنوان انگیزه برش بسازیم، یا هم درد را. مثلا اگر ما نخواهیم که پیشرفت بکنیم، آینده کشور ما چی میشه؟ بله. آینده فامیل ما چی میشه؟ آینده خود ما چی میشه به عنوان یک فرد؟ بله، بدون شک. این هر کدام از این تاثیرگذار از روی عمل کرده ما. بله. زنده و سلامت باشین آقای احمدی که آمدین راجع به انگیزه صحبت کردین و گفتین باید جوانان همیشه در زندگی هدف داشته باشن، انگیزه داشته باشن. اگر ندارن، پس ما که دوستایش هستیم یا همخوار برادرشان هستیم، باید بر از اونها انگیزه بدیم تا ای که یک زندگی خوب و آرام داشته باشن. یک وقفه داریم و بعد از وقفه با شما هستیم.